سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام و فرزادم پشت دم و دستگاه و دوربین و تمام تجهیزات سلام اینم نیست اینکه اینجا بود قبلا این نیست و اینکه کجایی یعنی واقعا چجور میتونی بیای هی بری اون که رفته دیگه وقت نمیاد آره امروز اپیزود 155 و و و فکر کنم 154 154 ما فرزاد پنج. چنده 154 و, و اینکه حالا با میخوام با موضوع خودم شروع بکنم یه چیز دیگه هم که بگم امروز اینجا کانادا دی روز کاناداست تولد 152 سالگی کاناداست فردا البته خودش رو کش 152 سالش فردا فردا اصلا اگه قبلش نبوده باشه از 152 سال پیش به بعد اینا شدن در قالب یک کشور قبلش جنگ بودن قبلش بین سرخ بوست ها قبل چهار پنج تا تیکه خاک جدا بوده آره و امروز 152 و دو سال میشه که اینا به نتیجه رسیدن چه حسی داری نسبت به این کانادا؟ من آره هیچ اصفه... کشور نداری که الان من کشورت نه. داره 152 و پنجا و دو اصلا بر... <تصفح> فرضا شما چی؟ نه اصلا هیچ حسی نداری برنامه ای هم برای برای جون تحتیل اینا دیگه خوبه خوش میگذاره رازی آره. آره ما تحتیلش استفاده میکنم خیلی خوب جونم براتون بگه که از کامنت ها اینا چیزه به خصوصی نه بخوای منشن کنی فقط گفتم شما مشکی بپوشی من توسی همین این چیزی که من یادم چیز دیگه نبود کسایی که توی یوتیوب و اینا برای ما مسج میذارن دمشون گم خیلی باحال شده الان یوتیوب کامنت های خیلی جالبی داره میگیره انتقادهای به جایی داره میشه و دستشون درد نکنه من کامنت های یوتیوب خیلی دوست دارم دوست داری؟ چرا؟ سازنده است به نظرم خیلی بهترین مدل کامنت هایی که ما میگیریم از یوتیوب میاد چی میگی؟ خیلی هم اینستاگرام خوبه اینستاگرام بهترین کامنت ها داره میاد اینطور دیست نکن یه دوست دارم؟ خیلی خوب من میخوام حالا با موضوع خودم شروع بکنم و اینکه میخوام ادای کارون در بیارم بیام با این سوال شروع بکنم من میگم که بیام با این سوال شروع کنیم همیشه بله. ادای فکر کنید که یه کیف پولی پیدا میکنید رو زمین بله. و چند تا کارچنسایی بیشتر توش نیست او فقط کارچنسایی توشه مثلا مال رانندگی و مثلا تصدیق آره، و یه سری نجیز چقدر از راه خودت خارج میشی که اینو به صاحبش برگردونی؟ خیلی میرسونی به صاحبش هر جور شده میرسونی هر جور شده میرسونی شما چی فرزا؟ من همینطور تاریک شده و انجام دادم. اوکی. بعد اگه خیلی بیشتر پول توش باشه چی مثلا 200 300 دلار پول توش باشه باز من میرسونم دست سوال هیچ فرقی نمیکنه برات که پول توشه و پویا پول توش نیست نه تو چی من رکوردم 20 میلیونه که تو کیف پس دادم 20 میلیون تومان. تومن آره اوکی 20 میلیون تومن میشه اون موقع دلار <سؤال> <محصف> دلار چند تومن دلار هزار تومن آره قبل اینکه بیام کانادا ولی م... الان شاید الان okay. معنی پول رو میفهمم خب داستانش رو اون بگی حالا تا این جامعه. من اصلا در جریان این موضوع نبودم بگو پس شما در جریان همه موضوعاتیشون هستی <applause> <یالا>. دوست دارم <applause> <applause> که باشم آره, <applause> آره خب 20 میلیون وقتی به یکی پس داده با اون موقع. دیگه میلیون اون موقع. وقتی که همچین کار تو روزنامه و اینا مثلا اخبار نیمدن با صحبت کنی یه رنده خونه... بود که پول طلا آره جوار رو پس زیاد بود اون خیلی فکرم بیشتر مثلا اندازه 20000 دلار الان بوده دیگه دلار اون موقع گرون شده بود آره دم خونه پیدا کردم چی پیدا کردی همون یه کیف بزرگ بود بله آره بعد خب من نشمردم کاری که باید بکنیم <تصفح> که بعد بشمری چقدر توشه بود ولی خب زیاد بود پول زیاد طرف آه. بود بعد همون بینی که پیدا کرده بودم دم کوچه اومدم بیام خونه آپارتمانی بود یکی از همسایمون دید این صحنه رو و فهمیده بود که من نمیدونم مثلا نمیدونم با این کیفه چیکار کنم و تازه پیداش کردم گفت بیا بریم بزنیمش تو بازار کیفو گفت که مرسی که چیز کردی من کیفو هندل میکنم آره هندل بعد نمیدونست تو خودت این کاره ای نه بعد من واقعا دادم کیفو بهش من کوچیک بودم با لحجه اسمانی هم گفتن دیگه با اسمانی میشه بگی چی گفتن بده من میگم من میدونم چی بکنم برای اما جو اما بعد فهمیدیم که مال مثلا یکی از راننده سرویس هایی که حالا می اومد آپارتمان ما بچه پیاده می کرد سوار میکرد یه همچین ستاپی بود که ایشون همسایه ما یه هیرو شد و کیف و داد و فکر کنم یه پولی هم گرفت حتی انقدر چیزی اصلا من فقط نگاه کردم یه پولی هم گرفت ولی آره شاید خیل. الان ولی اون رفتار رو نکنم بذارم زیر فهم خیلی هم شرف تو <applause> چی آقای شرافت نه آره آقای شا... شرافت آره حالا شرافتو. خیلی هم بستگی داره به این آقای شرافتی که الان مرا دیده داره سر... سر... سریال حیولایی که داره پخش میکنه اونم جالبه دیگه یه جورایی بستگی به همون در واقع شرافت آدما داره که چقدر خریدنیه چقدر اون دیشب داشتم. آره. داشتم مثلا پنج اینا میدیدم اصلا باورم نمیشه این چه مجوز گرفته نه نگران نباش خیلی حرفای زیبایی میزد خیلی خوب جوابی گرفتی تو ازش من راضی بودم که چه جوری میتونست چرا خاموش این کارو انجام بده ببین باز میخوام ادای کارو در بیارم یوزی بگم که اصلا هیچ ربطی به هم نداره حالا عدد نمی ببر بابا یه چیزی بگم که اصلا هیچ ربطی به هم نداره میگم پول واسه چرخش زمین نمیشه از این استیتمنت هستی که کارون یه همین دازه این ها بعدا میفهمید معنیشو ولی نرسی که دستگاه نداری میخواست آره, آره این به این معناست که چون آقای سروش لشگری رو قبول نداری ها پول که زمین میچرخونه نه ولی میگن که شرافت که زمین رو میچرخونه و میگن که به این معناست که آدم ها اگه شریف نباشن و با هم دیگه اطمینان نداشته باشن و با هم دیگه حالا نتونن اگه با هم دیگه اطمینان نداشته باشن نمیتونن با هم دیگه ما مبادله. مبادله بکنم و زمین همطوری ثابت میمونه دیگه هیچکس به هیچکس اطمینان نداره هیچ کاری پیش از پیش نمیره منظورا متوجه میشی بله و اینکه اگه دیگه همدیگه اعتماد نشه هم اصلا هیچ اتفاق نمیفته و کاری از پیش نمیره برای همین هم است که شرف به صورت علمی همیشه در واقع شرافت و شرف آدم ها به صورت علمی مورد بررسی قرار میگیره و معمولاً اندازه شرف رو میسنجن نه نه در واقع اندازش نیست ولی اون فاکتور شرف رو و شرافت آدم ها رو توی مبادلات و در واقع کار اقتصادی که انجام میشه مخصوصا از دواز اقتصادی اندازش رو میگیرن و میرن این فاکتور شرف چه تأثیری روی اون مبادلات داره و تأثیری روی آدمایی که تو اون مبادلات هستن داره تأثیر مثبت داشته حالا حالا میگم و حالا تا الان اتفاقاتی که افتاده بود تا تح... تحقیقاتی که انجام شده بود توی محیط آزمایشگاهی بوده و همش به صورت فاکتوراش خیلی کنترل شده بوده و معمولا هم آدمایی که می اومدن انتخاب میکردن اول آدمای باز به قول کارون متمول بودن و یا آدمایی بودن که تحصیل کرده بودن حالا از اش... یعنی بیه قشر کامل حالا جامعه رو کلن مورد ورسی قرار نمیدادن دیگه واری داشتن توی آزمایش آره و فکر میکردن که حالا هرچی بیشتر پول داشته باشی اون شرفی که حالا شرافتی که داری بیشتر میارزه چون که مثلا تو بخوای یه معامله چون مثلا یک میلیون دلاری بکنی شاید اون مثلا شرافت خیلی بیشتر به کار بیاد تا مثلا یه معامله مثلا 100 دلاری حالا تو من یه چیزی بگم بفرم به مثلا یه جا درخواست میکنن که شما مثلا برای یه کار خیلی کمک کنه فرض کنید مثلا سیل اومده یه جایی از مردم میخوان که حالا اگه کسی میخواد کمک کنه مثلا به این حساب واریز کنه شما فرض کن یه دانشجویی در ماه مثلا 500 هزار تومن پول در میاره آره؟ و یا آدم دیگه در ماه مثلا 20 میلیون تومن در میاره بعد این دانشجوه بره مثلا 100 هزار تومن کمک بکنه خیلی بیستمی ارزش تره یا اینکه مثلا اون طرفی که 20 میلیون در میاره بره مثلا یه میلیون بده خب به تناسب تو داری که به تناسب اون پولی که در میارن مثلا اون که کم تا پول آره در یه... بیشتر کمک مثلاً کرده مثلا دانشجو 20 درصد در واقع درآمدش رو داره میده اون داره یک 25 و درصد درآمدش رو میده آره حالا درصدی که حالا 5 درصد اون مثلا 10 برابر همین 20 درصد این بنده خداست دقیقاً واسه میگم اینا یه سری از در واقع یه سری از اخشار جامعه رو کاملا اصلا نادیده گرفته بودن همین یعنی روی این حساب تو بگی اون آدم پول داره که چه میدونم قرار داده یه میلیونی میبنده شرف اونجا ارزشش بیشتر از اون یکی مثلا اشتباس آره آره صد درصد صد زیبانیست. بعد این آقایی که حالا توی چند سال گذشته ای آقایی اومد به نام لین کون O H N این کون که از دانشگاه میشیگن بودند و این یه استادی بوده و داشت حالا یه سری تحقیقات انجام میداده که این تحقیقات رو دیده یه همچین مشکلی توش وجود داره و برده حالا این تحقیق رو توی چل تا کشور تقریباً سی, سی تا شهر و روی بیشتر از 1700 آدم مختلف این تحقیق رو انجام دادن که خب یه در واقع داده هایی که گرفتن از یه اسپکتروم خیلی بزرگتری است از آدم های مختلفی است توی کشورهای مختلف با فرهنگ های مختلف و با درصد درآمدهای مختلفه که اینا این رو مورد بررسی قرار دادن حالا این چجوری انجام میشه تحقیق خیلی باحاله اینا می اومدن یه کیف پول توی کشورهای مختلف حالا حالا میگم یه کیف پول داشتن که بیرنگ بوده یعنی از این ور اونورش می به قول سیترو بوده که میتونستی ببینی توشو این کیف پول رو یکی از این دستیارای این آقای کن میرفته توی ساختمان های عمومی مثل حالا بیمارستان ها کتاب خونه ها اداره پلیس و اینا میداده به یه نفر میگفته که من اینو جلو در پیدا کردم و در واقع میرفته بیرون دیگه توی کانورسیشن اطلاعات بیشتری به آدما نمیداده توی حالا برای اینکه این تحقیق درست انجام بشه بعضی موقع ها این, این کیف پوله توش فقط سه تا کارت چیز بوده از این کارت ویزیتا نه که آره یه بیزینس کارت بوده چون کارشناسی کسی زنگ آره. زنگ نبوده یک ایمیل بوده یه راه ارتباطی بوده یه آره. راه ارتباطی بوده و یه اسم آدم چیز اسمی که انتخاب میکردن از آدم های نیتیو اونجا بوده از آدم های در واقع سرخپوست نه منظورم اون نیست کسایی آره، آره. مال خودشون بوده حالا مثلا اسم ایمان نبوده تو روسیه مثلا فکر کنن طرف حالا یه دونه مهاجره آره یه همچین چیزی به قول معروف این سه تا کارت بوده که روش یه ایمیل آدرس بوده و همین توی بعضی از این کیس ها توش پول بوده از مثلا کمترین 13 دلاره حالا اون شهر بوده اون کشور بوده و بیشترینش هم مثلا دورور 150 دلار و اینو به اینا میدادن و میدیدن که آدما چه جوری برخورد میکنن و حالا به نتیجه که رسیدن اینه که کشورهای بعضی از کشورها از بقیه کشورها خب شرافتشون به قول معروف بیشتر بوده اون درصد میزان شرافت با اینکه اون یارو زنگ میزنه به طرف یا نه آره چیدن. که چقدر از راهشون خارج میشن که اینو واقعا برسونن بهش فقط میگه زنگم که هم نمیکرده. بعد اون طرف واقعا اینو مثلا وقت میذاشته و میرفته میداده به طرف حالا بعضی از کشورها اون درصد برگشت این کیف پولا خیلی بیشتر بوده مثلا مثل کشور اسکاندیناوی کشورهای اسکاندیناوی آله. که بیشترین درصد برگشت رو داشتن اونجا سطح رفاه خیلی بالا ظاهرا بهترین کشور دنیا برای زندگی دقیقا دستن. به درصد اینکام هم برمیگرده که درصد درآمدی که داری واقعا شاید به اون پول اصلا نیاز نداشته باشی تامینن دیگه آدم اونجا تامینن اصلا براش مهم نیست و بدترین حالا درصد برگشت این چیزا توی آسیا و آفریقا بوده که قابل دیگه آره که حالا اتفاقی که میفته در واقع چیزی که به وجود میاد خیلی جالبه درصد برگشت این کیف پولا و برنگشتنشون 51 درصد این کیف پولا برگشته 40 درصدشون رو نیومدن بهشون بدن بقیهشم هم اصلا تماس نگرفته طرف یعنی یعنی و... یه کامیکیشن داشته جواب نداده؟ نه ببخشید 40 درصدش رو هیچ کامیکیشنی نشه اصلا پس نده 9 درصدش هم کامیکیشن آره. داشته نیومده دیگه. دیگه دنبال کنه بعدم آره. پشیمون شده گفته حالا 150 رو به زخت بزنیم و توی کشورهای مختلفم حالا مثلا توی کشور شام اگه که روسیه بوده و مثلا حالا چه می‌دونم بگیم ایران این درصدها تقریبا عین هم بودن یعنی بین تقریبا 11 درصد بین اونایی که برگشته و اونایی که اصلا تماس نگرفتن فاصله بوده <متصال> تقریبا این درصده اندازه همدیگه بوده و به این نشون رسیدن که هرچی بیشتر توی اون کیف پول باشه آدما بیشتر دوست دارن که پسش بدن اه... برخلاف اون چیزی که آدما حالا فکر میکنن که اگه بیشتر توش پول باشه حالا شاید بخوان نگهش دارن شما برگردوندی اگه صد تومن بود اصلا نمیده, نمیده، آره یعنی به ب... 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 این فکر میکنن که خب شاید این واقعا یه زندگانی یه آدمی تو این پول توی حالا این کیف پوله هست حالا شاید واقعا طرف به این پوله نیاز داره یا یعنی اینکه اگه هیچی توش پول نباشه میگه حالا یه کیف پول دیگه با چهار تا کارت ویزی دیگه حالا من حالا چی کارش کنم من دور این خیلی جالبه آره من و حالا یه جالبترش اینه که اینا برداشتن رفتن این تحقیق رو که انجام دادن و حالا چیزاشو هم گرفتن آها اینم من میگم در سی و هشت کشور از تا کشور کیف پولایی با پول بیشتر بیشتر برگردونده شدن چلتاش نبوده همش نبوده فقط اکثریت قالب اکثریت قالب به قوله کارون و اینکه حالا اتفاق دیگه جالبی که افتاده اینا رفتن حالا تمام این جوابا رو گرفتن رفتن با یه سری آدم معمولی توی شهر صحبت کردن 300 تا آدم معمولی توی شهر رو آوردن همشون آمریکایی بودن توی آمریکا همشون آمریکایی بودن و همشون هم از درآمدهای متوسط بودن آدم های معمولی بودن در سر سوادشون هم فرق می کرده حالا همشون با سواد نبودن همشون هم بی سواد نبودن از اینا پرسیدن که اگه ما یه همچین کاری انجام بدیم من ازتون چه اتفاق میفته همشون گفته بودن اونایی که پول بیشتری دارن بر نمیگردن آره و حالا بعد رفتن اینو از یه سری اقتصاددان پرسیدن گفتن که همشون استاد دانشگاه بودن اقتصاددان و اینا نشوندنشون گفتن که اگه که ما این کار بکنیم چه اتفاقی میفته درصدا عین هم بوده یعنی کسایی که حالا سواد صد سوادشون اونقدر بالا نبوده و آدم معمولی بودن و اونایی که 300 تا پروفسوری که اومدن از اقتصاددان همه, زیاد باشه همه گفتن زیاد باشه بر نمیگرده و این حالا دلیلش چی بوده فهمیدن که چرا زیاده برگشته همون دیگه میگفتن که آدمایی که باشون صحبت میکردن میگفتن که شاید واقعا این پوله یه زندگی یه نفر رو تعمین میکرده یعنی من به خاطر که خیلی دواند. پول زیادی آره دقیقا همینو میگفت میگفتش که با پول زیاد معمولا یه ریسپانسیبیلیتی زیادی هم باش میاد یعنی با ریسپانسیبلیتی بگو اصولیت. مسئولیت خیلی زیادی هم باش میاد ولی اینطوری نیست که آدما مثلا تا پول زیاده رو میبینن برن اون درصد اون فاکتور وجدانی که توی آدم وجود داره و شرافتی که توی آدم وجود داره خیلی مهمتر از به قول معروف اون پوله هست و اینا راحتتر میتونن این کیف پول رو برگردونن بر من خیلی جالب بود آره وقتی که داشتم اینو میخوندم این سوال اولی که از من پرسید من حالا اینطوری جواب دادم که اگر که کیف پول توش مثلا پول بیشتری باشه من گفتم راحتر برش میگردونم یعنی گفتم خیلی بیشتر تلاش میکنم که این کیف پول رو به طرف بدم ولی خب وقتی که بهش فکر میکنی و میبینی که حالا اگر که کیف پول خیلی زیادی باشه مثلا در مورد چیزی که تو ایران میشنوی که آدم هم مثلا همه میخوان جیب هم رو بزنن واقعا اینطوری نیست وقتی میری توی قشره حالا اصلی جامعه و حالا با آدم های معمولی جامعه صحبت میکنی همه اون فاکتور وجدانه رو دارن و تو تمام و کشور اون فاکتور وجدانه عین همه یار این خیلی جالب بود من انتظار نشم حالا اینو گفتی چند روزش با یک بچه رو صحبت میکردم حالا اونم ایرانی چند سالی اینجاست بعد تو ایران هم, هم دانشگاهی بودیم داشتش میگفتش که قبل اینکه بیاد این داشته کاراشو میکرد ماشین رو و اینا پولا رو جمع که پاشه بیاد کانادا بعد بعد میگه که ماشینش جای بعدی پارک کرده بوده اینو برده بودن با جار سقیل گذاشت توی یکی این پارکینگ میگه من همه مداره که اینا تو کیف هم بود و سند ماشین و همین داستان ها بود داشتم میرفتم ماشین رو ترخیص کنم برد. بعد بعد میگه که تو یکی اومد آقا این کیف ما رو اومد به بزنه برد. بعد. میگه من مقاومت کردم میگه یارو یه چیز خیلی گنده و قوی هم بود کیفه رو به زور از دست این گرفته با چاقو هم یه خطی انداخته رو کمر این. این, این حرفی یه که آره خط انداخته بعد این بهش گفته که بابا اون تو اصلا چیزی مدارک مداره کو حداقل بده به <تصفح> من یارو یه فوشی هم داده اومده دوباره اینو بزنیم این بنده خدا مجبور شده فرار کنه بره این که مدرک توی اون وسیله ها باشه توی چیزایی که ازت میدازن خیلی بده برای همین تو مثلا اول از من پرسید اگه کارشناسی باشه چی... تو برمیگردی یا نه اون به نظرم بیشتر هستن باید برگرده تا حالا پول چون دوباره گرفتن اون مدارک مکافاته این کی داشت تعریف میکرد میگفت یه همچه اتفاقی براش افتاده و اومدن کیفش رو زده بودن این رفته توی کریگز اینجا یه چیزی هست اونها رو اونجا پیدا کرد. نه نه رفته یه دونه گذاشته که آقا تو اینو زدی تمام پولا و همه چی در واقع چیز دوربین و اینا بوده مثلا لنز و دوربین و اینا بوده همه رو نگه تا فقط اون مموری کارتر رو به من بده و براش پس فرستاده بود یارو <applause> تو کریزیس آدرس و اینا رو فرستاد یه آدرس پست باکس براش فرستاده بود که آقا من هر کسی که این مثلا زده چون میره اونجا طرف بفروشدش دیگه کریزیس یه وبسایتیه که اینجا مثلا, مثلا مثل دیوار, دیوار میونه آره <applause> که وسایلشون رو میتونن بفروشن رفته بود آگهی گذاشته بود و براش پس فرستاده بود میگفتش که اون مموری که توش بوده یه مموری کارت مثلا چه هم 64 گیگی بوده و کلی مثلا عکس و اینا از چند تا چیز مختلف داشته فقط اونو با هم برگردون بقیهش برای خودت مهم نیست و حالا اینا رو گفتی من یه چیزی یادم اومد حالا همینطوری خاطره بازی کنیم دیگه <applause> آ بچه که بودیم اون موقع که معلم شهید بودیم یک بار بله من یادم یه روز سر موقع آشفته آشفته راهنمایی بود دبستان معلم آه. شهید آها دبستان دل میگه راه دارم خب من یادم صبح داشتم میرفتم بگه. مدرسه بعد از پله ها رفتم ما طبقه پنجم بودیم تو یک بار پله رفتم به جاسانسور بله و جو پایین که رسیدم دیدم یه هزار تومانی هزار تومن اون موقع اون موقع ها هزار دلار بود اون موقع خیلی بود میشه سه دلار این طرح احتمالاً 300 تومن بود دلار روی پله بود بعد من اینو ور نداشتم اون موقع بچه بودم ورش نداشتم بعد رفتم مدرسه آقا کل روز تو مدرسه من فکر این بود که من با اینو ور میداشتم یا نباید ور می‌داشتم اون موقع برای بچه خب هزار تومان خیلی پول بود و خلاص این سر برای زهن... بزرگم خیلی بول بود ذهن <laughs> خیلی درگیر بود که چرا این کارو نکردم یعنی ورش نداشتن یا بعد اصلا داشتم یا نه بعد که مدرسه تموم شد برگشتم از پلا برم بالا کردم اون چیزه اونجا هست ولی رفتم و نبود الان ما این مشکل داشتیم یه دونه اینجا سر توی کانادا و توی خونه دوستان سر سیم شارژر موبایل گم شد میدونی کجا دم در نه نه حالا اینو ما با فرزاد اومدیم بالا دیدیم که سیم افتاده سی <تصفح> و همیشه سر سیم ها و فرزاد نگاهی که من کردم گفتم که دست نزن من برنامه دارم برای این هیچ دیگه فلا گذاشتم اونجا بمونه چون کسی که اونجا گم میکنه از اهالی همینجاست خوش پیدا میکنه دیگه تو این طبقه فقط میتونه بیاد آره من هم آره سنیمارم. خلاصه این تحقیق من توی مجله ایکانومیست پیدا کردم این مجله نکن آره کسایی که مجله جالبیه خیلی چیزاش مبحث که داره خیلی به قول معروف پلیتیکاله خیلی سیاسی سیاسیه. سیاسی اقتصادیه ولی کسایی که دوست دارن چیزهای جالبی از توش میاد پولیه ولی خب میارزه واقعا مثلا هر جلش مثلا یکی دو دلاره میتونید بگیرید شما چی داری برامون من حالا اینو گفتی یاده این خبرم میتونه خبر باشه در مورد چند وقت پیش دولت مرکزی کان... کانادا که خب کارمنداش همه جای کانادا هستن دیگه بعد, بعد سیستم مالی و اینایی که داشتن که پول بدن هر سر ماه یا هر دو هفته به کارمندا دو سه تا سیستم مختلف بوده و اساس جایی آه. که بودن بعد دولت کانادا یه پروژه‌ای تعریف میکنه که آقا بیام یه سیستم و یه دیتابیسی درست کنیم که همه کارمندای کانادا حالا که هر جای کانادا هستن تو اون باشن و از اون حقوقاشون بیاد بیرون و اینا میان این سیستم میخواستن زود بدن بیرون حالا تست ها درست ها انجام نمیدن درست. اینا سریع سیستم رو میدن بیرون اتفاقی که میفته خیلی سیستم باگ داشته با. بعد اینطوری بوده که مثلا یه سری شیش ماه حقوق نگرفتن به خاطر اون اسم, اسم چند سال پیش بوده؟ فکر کنم 2011 بود آره اوکی من این دیگه هم خب 11 یا بالا بیا کمی بیشتر ولی آره بعد برعکس اونم بوده یه سری بودم حقوق بقیه حقوق رو داشتن بقیه زیاد میگرفتن به مدت چون بعدم سیستم باگ داشته نمیتونستن چک کنن که آقا کیا دارن چقدر میگیرن اینجا حالا می... من بگم اینجا حسابه بانکی یه جورای خیلی حالا نمیدونم بگم سیکیوره خیلی امن از امنیت میاد یا از مثلا سیستم بد بانکی میاد پول که از حساب یه نفر خارج میشه نمیتونن خیلی سخت ترک کنن ببینن کجا رفته و این یه مشکلیه که مثلا اگر که وقتی میخوای مثلا پول جا به جا بکنی یا مثلا میخوای چک بکشی به حساب یکی دیگه باید حتما مطمئن بشی که رفته به اون حساب و الا خیلی در سر به وجود خب میتونن می ولی به خاطر مسائل قانونی اجازه ندارن خیلی سخته یعنی باید. باید وکیل بیاد پدرشون در از 3 چهار جا باید مثلا اجازه مجاز خب بگو آره اسمش فینکس بود الان که یادم اومد آره بعد اونایی که زیاد پول گرفته بودن سلاشون در نیومده بود دیگه بعد <تصفح> ولی بالاخره یه جایی رسوندن اون سیستم و اینا که بفهمن کی بودن و اینا بعد خود کانادا فهمیده بود آقا شما قرار بوده انقدر پول بگیری انقدر بیشتر گرفتی انقدر بیو بده بعد ندی یارو گفته آقا من ندارم من پولا رو کشیدم بیرون رفتم <تصفح> بنتلی خریدم بعد یا <تصفح> بعد <تصفح> 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 بسه اون فکر اون... از اضافه حقوق بشت دادن یا حقوق اون حقوقی که هست واسه بازنشستگی <applause> که دولت قرار بده گفتن ما اینا رو میذاریم کمه اون دیگه بازنشستگی اینا رو زدن پای حساب <applause> شما چیز توی آمریکا هم توی یکی از ایالاتش اومدن یه سیستم جدید استفاده کردن برای آخه اینجا موقعی که سر هر سال باید شما در واقع تکستون رو اعلام بکنید که چقدر تکس دادین و اگر که زیادتر از اون بازه حقوقیتون باشه یه مقداری بهتون برمیگرده یه مقداری و بیشتر بدین و اینا اینا به جای اینا سیستم جایدری که گذاشتن به جای یه بار تکس ریترن دو بار اینا پس دادن پولا رو به مردم اوه. و حالا دنبالش هم که بگیرن دیگه مردم گفتن ما نداریم بدیم دولت هم گفته میگیرم ازتون حالا دیگه الان هنوز به نتیجه نرسیدن ولی خب دارن عقب جلو میکنن ببینن که چیکار میتونن انجام بدن خب دیگه چی اه. خبر بعدی دوباره در مورد کانادا است که یه کانادا. جالبی افتاده بود فکر کنم یکی دو هفته پیش میشه و یه پروازی میاد از از <تصفح> خدای از کدوم شهر از <تصفح> پرواز داخلی بود <تصفح> از کبک <تصفح> میاد تورنتو بعد بعد تا میشینه تورنتو اینا پرواز خالی میشه و همه میرن و اینا یکی از سرنشینای پرواز یعنی مسافرا تیفنی جا میمونه اوبراین یعنی پرواز خالی میشه همه میرن ای خانوم ها میشه یه خانم یه خانمی بوده جا میمونه تو پرواز بیدار میشه مثلا 4 5 ساعت بعد اینکه پرواز خالی شده بوده تاریک و سرد و اینا تو فرودگاه تورنتو آه من بگم موقعی که میمیره می تو تورنتو نه نمیمیره درو گفتم تورنتو ماشین میگم هواپیما وقتی میشن اگه شب باشه دیگه بعضیاشون پرواز ندارن مطمئن نیستم که تورنتو لاک داون داره ایرپورتش مثلا توی سیدنی اینطوریه بعد ساعت 11 11 و نیمه شاید دیگه از هیچ پروازی نمیتونه بلند شه نمیتونه بشینه کلا میبندم. میبندم برای اینکه آلودگی صوتی ایجاد نشه برای کسی که اطراف چیز زندگی میکنن اطراف اون فرودگاه زندگی میکنن حالا نمیدونم فکر میکنم اینجام همینطوری بوده که این خانومه موقعی که این پرواز آخر بوده برای شب دیگه بعد میبرم چیزا هاپمون یه پارک میکنن و و خانم مثلا یهو وسط شب یهو بیدار میشن میبینن که جاتر رو بچه نیست ولی <تصفح> فکر کن خیلی ترسناکه خیلی ترسنان دیگه چه خواب عمیقی داشته مثلا اون داره که اینو ندیدن آره حالا ای گفتی که ما داریم هنوز تحقیق میکنیم که چی بوده و چی شده ولی ایشون میتونه اسوه ای خوبی بکنه فکر کنم آره ای تا آخر عمرت بازش باشه و راحت خب دیگه چی داری بازم هم یا میخوای که بریم بقیه شو برای اپیزود کارون بگی باره بریم بعدش بریم خیلی خب این بود قسمت 154 خودکست ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته توی تلگرام, توی تلگرام تویتر فیسبوک اینستاگرام یوتیوب هر جا که واقعا بزنید دیگه میاد بالا اسممون دیگه همه جا رو کردیم خودکست و اینکه اگر که نظر دارین ما منتظر شنیدن نظرتون هستیم آها چیز بگیم در مورد هفته دیگه اونو بذار اول قسمت بعد بگو دیر نمیشه چرا دیر چون پنج شنبه ریلیس میشه خب بگو حالا خب چیزی که میخواستم بگم اینه که ما هفته دیگه یه مهمون داریم به نام آقای محیاد محیاد خیلی کارهای عجیب کرده هم تو بفرمایید چون بوده همین که خیلی <applause> یه پیج داره در مورد مهاجرت و اینکه خیلی پیج فعالیه خیلی کمک میکنه و مهاجرت بخ... تحصیلیه بیشتر مهاجرت تحصیلی و حالا مهاجرت دیگر هم کمک میکنه در واقع یک چیزی بدونه میگه و این که ما به خاطر اینکه خیلی گفتو در مختلف هم مصاحبه میکنه آره با پروفسورای مختلف توی در دانشگاه مختلف مصاحبه میکنه و میبینی که اونا حالا چه جوری چه جور آدمایی میگیرن با کسایی که رفتن توی دانشگاه مصاحبه میکنه خیلی در کار جالبی داره میکنه و به خاطری که ما خیلی شنیده بودیم که در مورد مهاجرت به ما بگید ما گفتیم که از ایشون دعوت کنیم که بیان و در مورد مهاجرت با ما صحبت کنن ما هفته دیگه به صورت کامل ایشون رو داریم دیگه خلاصه آره ما چون همیشه گفته بودیم مهاجرت حرف میزنیم فکر کنم ایشون خیلی فرصت مناسبی باشه باشون با حرف میزنیم چون حالا فکر کنم بیشتر تحصیلیه نمیدونم کارهای دیگر من <تصفح> کمک آره خیلی اطلاعات خوبی میده و حالا مهاجرت تحصیلی هم میدونید مناسب ترین و شاید راحت ترین و بهترین روش مهاجرت به اینکه اولا تو سن کم میای زمان بیشتری برای جا افتادن داری هزینه زیادی نیازی نیست که بکنی و اینکه این فرصت رو داری که یه رشته توی دانشگاه اینجا بخونی و بعدا راحت تر وارد بازار کار بشی مثلا یهودی شاید یه پادکست هم زدی پس هفته دیگه همه بشینن پا رادیو رادیو آره شاید, شاید لایو هم بذاریم حالا هنوز مطمئن نیستیم ولی احتمالا اینستاگرام لایو هم میذاریم که اگه کسی سوالی داشت بگیم ولی خب خیلی دیر وقت ایران میشه دیگه متاسفانه آره حالا اونا تو طول هفته اطلاع رسانی خیلی خب ما میریم و هفته دیگه با آقا برمیگردیم فلان برم فز, خدا فز. <تصف> نه پنج میایم آقا پنج میام میایم خودم هفته <تصف> <تصف> دیگه با آقا مرسی خدا خدا <تصف> <تصف> <تصف>